دارم خدمتتون، امیدوارم که خوب بشی درس سریعتر. متشکرم. سلام دارم خدمت آقای نیکوهنگ عزیز و همه هموطنان عزیز. اما آقای دایی، چه من خوب بشم چه نه، مملکت ما سالهاست مریضه، حالا دیگه 38 سال 39 سال این بیماری، این غده چرکین سرطانی در رگ و پوست سیاست ایران خانه کرده. در آستانه مناظره امسال فکر میکنید ما شاهد واکنش ها یا لابلاخانی خطوطی از پرونده های محرمانه رژیم اسلامی خواهیم بود؟ عرض کنم که به اعتقاد من، اولا اجازه بدید یه نکته رو من راجع به انتخابات که بارها و بارها صحبت کردیم ولی به نظر من گفتنش ضروریه، چون که ما وارد وقتی بحث کاندیداها میشیم اینو گفت اینو گفت یه این مقداری عادی میکنیم این نمایش مسخره رو، این دکانی که اینها باز کردن، این حکومت و در خارج کشور دی دارن این تنور رو داغ میکنن، دنیا رو رنگ کنن، مردم رو فریب بدن. ما اگر هر بار اینو تکرار نکنیم که چقدر این توهین‌آمیزه، چقدر مسخره است که 6 نفر آدمای خود این حکومت رو انتخاب میکنه، ولی فقیه از طریق شورای نگهبان به مردم میگه به اینا رأی بده و ببینید تو خارج چه میکنه. یعنی آنچنان راجع به انتخابات صحبت کردن، فکر کنم در سوئیس حالا یه اشکالاتی داره، همه انتخابات دنیا اشکال داره. الان داشتم مال رضا مرعشی دستیار تیتا پارسی رو تو نایاک رو میخوندم. بله طبق همه نظرسنجی‌ها 65 تا 70 درصد شرکت میکنن، این کاندیدا اینجوریه، اون کاندیدا اینجوریه، این کاندیدا همچی بحث میکنن که بخوان عادیش کنن. بعد دست راستی های آمریکا و جنگ طلب ها میگن که اصلا این انتخابات معنی نداره، رأی ها ارزش نداره، فلان این 55 میلیونی که رأی میدن. آقا رأی ارزش رأی به اون نیست که بندازه تو صندوق، به اینه که اون رئیس جمهور چیکار میتونه بکنه. هیچی. آقا نه واقعا ما بعد از این همه سال دو تا سوال رو میتونیم خواهش بکنیم این آقایونی که داغش میکنن. البته اینا که قرض و مرض دارن، اینا که میخوان جیبشون رو پر کنن، اینا اگه این حکومت نباشه که چیکار میتونن بکنن؟ همه چیشون از این حکومت دارن. ولی میتونیم سوال بکنیم که آقا اون دهه اول انقلاب که تو بکش بکش و جنگ و اعدام و سرکوب که انتخابات تو خب معنا نداشته. ما که میدونیم که دکانی بیش نبود، کسی هم زیاد توجهی نمیده. بعد از سال 76 که اومدید شما صحبت از اصلاح طلبی کردید، به مردم وعده وعید دادید، هزار بار برنامه 100 روزه، 1000 روزه، 3 ساله، 2 ساله، 6 ساله گفتید. آخه الان 20 سال گذشته، یک قدم جلو رفتیم یا نه؟ دوباره همون بحث هست. آخه بابا وقتی ملت رو میکشین پای صندوق، به رژیم مشروعیت میدید که این نظام مقبولیت داره، مشروعیت داره، مردم راه حل نجات خودشون از صندوق رأی میبینن که دنبال راه حل دیگه نرن، به دنیا میگید این مشروع، پس برو باش معامله کن، بهش امتیاز بده، پس پشتش گرمه، نمیتونی هیچ کاریش بکنی. خب چی گیر مردم اومده؟ ما میتونیم بپرسیم راقه بعد از 20 سال این آقایونی که اینقدر درس اخلاق میدن چی گیر مردم اومده؟ بنابراین من فکر کنم اولش واقعا بعد همیشه این رو گفت. من بخی میخونم به قول این آمریکایی های اصطلاحی دارم یه نرمالایز میکنن، یه چیزایی رو قباحتش رو ابه میبرن، انقدر راجبش معمولی صحبت میکنن و میبرن تو جزئیات و اینا که آدم یادش بره اصل موضوع رو، یادش بره که چقدر این نمایش توهین‌آمیز و مسخره است. که یک، این کاندیداها کاندیدای مردم نیستن، مردم کاندیدای واقعی حق شرکت ندارن در انتخابات. دو، تقلب میشه. سه، هر کی هم رئیس جمهور بشه همونطور که خود خاتمی و بقیهشون گفتن هیچ قدرتی ندارن، سیاست های کلان مملکت رو جای دیگری تصمیم میگیرن. بسیار سپاسگزارم، بسیار سپاسگزارم آقای دایی عزیزم. برمیگردم بهتون آقای کوسر. آقای دایی، سخنشون متضمن این معنا بود که مجموعی از حرکت‌های تبلیغاتی در خارج از ایران همزمان با دستگاه حکومتی در حال انجام هست. یکی از این موارد هشتگ تغییرات ملموس بود که می‌کوشیدند عملکرد دولت حسن روحانی رو نشون بدن که چقدر مثبت بوده. میتونم خواهش کنم ازت که دیگر فعالیت هایی که توی این مدت شما رصد کردی از تیم پیاده نظام خارجی نشین نظام رژیم اسلامی رو محبت بفرمایی و معرفی کنی؟
من امروز داشتم بنا به چیزی که در فضای مجازی می دیدم نگاهی انداختم به برنامه بی بی سی فارسی با شرکت اکبر گنجی، آقای برزین و آقای فرج سرکوهی، و بعد دیدم که طرفداران روحانی چطور حمله کردن به آقای فرج سرکوهی که انتقادی رو به خود نظام وارد کرده بود و انتقادهایی رو در این که این نظام ساختارش مشکل داره. برای من جالب هست کسانی که تبعیدی هستند، کسانی که امکان بازگشت به ایران رو ندارن چون جانشون در خطر خواهد بود، به خاطر یک کمی منفعت بیشتر، به خاطر اینکه یک چیزی از گروه‌های مختلفی بهشون برسه یا هر دلیل دیگری، حاضرن از یک حکومت ناقض حقوق بشر حمایت بکنن. و برای من بسیار دردناکه وقتی میبینم تبعیدی‌هایی که زندان کشیدن، تبعیدی‌هایی که حاضر نیستن تحت شرایط قانون جمهوری اسلامی زندگی کنن در ایران، از اینجا دارن تلاش میکنند شهروندان ایرانی رو فریب بدن برای حضور در انتخابات. نکته دردناک این هست که همین کسانی که تشویق میکنند به مشارکت مردم، کسانی هستند که در سال 88 با فریب مردم برای اون ماجرای پروژه اسب تروبا باعث دستگیری های بسیار زیادی شدن ظاهرا، و از طریق رسانه‌های مختلف واقعیت‌ها رو دور نگه داشتن از مردم. همین کسانی که تا چند سال پیش، تا چند ماه پیش بحث راجع به اعدام‌های 67 رو غیر منطقی می‌دونستن و می‌گفتن بایستی فراموش بشه، اما الان دارن به رئیسی حمله می‌کنن به خاطر این مسئله. خب و در مورد مسائل مختلفی دارن صحبت میکنن بدونی که واقعیت ها رو بگن، که خودشون جز مجموعه بودن که خواستار سکوت در برابر جنایت های جمهوری اسلامی بودن. نهادهای حقوق بشری که در خارج از ایران فعال هستن، ببینید چطور اومدن و آثار و طرفداری کردن از سکوت در برابر جنایت های جمهوری اسلامی به خاطر توافق هسته‌ای، و گفتن که نه، توافق هسته‌ای به نفع حقوق بشر خواهد بود. و کسانی که از بر اساس تحقیقات آقای دایی و دوستان دیگر پدرخوانده های این مجموعه محسوب میشن، الان در زندان جمهوری اسلامی هستند و اینها سکوت میکنند در برابر اون چیزی که در سالهای گذشته میگفتند. همین چند مدت پیش بود که گروهی از فعالان سیاسی 30 نفر اومدن خواستار تحریم حقوق بشری شخصیت هایی شدند که در جمهوری اسلامی ناقض حقوق بشر هستند. جماعت لابیگر بهشون حمله کردند. ولی الان میبینیم کسانی که به لابیگران نزدیک هستن از دولت ترامپ میخوان که در مقابل جمهوری اسلامی بیسته به خاطر برای آزاد کردن زندانیان ایرانی آمریکایی. وقتی اینا رو کنار هم میگذاریم، میبینیم که ما با یک گروه ریاکار طرف هستیم، گروهی که واقعیت براش مهم نیست و منافع مهمه. و اینها به نظر من خوبه که مطرح میکنن، و اگر مخاطبان آگاه باشن طبیعتاً رسوایی اینها میتونه کمک بزرگی به نسل‌های آینده ایرانیان بکنه. بسیار سپاسگزارم نگاهنگ عزیز. آقای گدایی، در همین فضا به هر حال گروه‌های مختلفی هم هستن. حالا آقای کوثر اشاره کرد به برخی از برنامه‌هایی که راستای تبلیغاتی داره، ولی من هم در چه فضای مجازی چه در رادیو تلویزیون‌های فارسی زبان برنامه‌های متنوع و مختلفی رو از طیف‌های گوناگون می‌بینم که به انتقاد از انتخابات دارن صحبت میکنن و انتخابات رو در ایران یک عرصه نمایشی، یک موضوع غیر رقابتی و همه حرفایی که همیشه ما هم زدیم و تقریبا دیگه تک کلام های ثابت گفتمان های از این دست هست. این افراد رو چگونه ببینید؟ آیا فکر میکنید که یک زبان واحد مشترک بین گروه های متعدد و متنوع سیاسی در خارج از ایران، در اپوزیسیون یا در مخالفت جمهوری اسلامی در قبال انتخابات ایران وجود داره؟ خب بخش زیادی هستن. خب تو ایران هم خیلی ها شرکت نمی کنن، یعنی نه یا تحریمی ها خیلی قوی هستن، تو نیستش که همش که اون طرف باشه. آمار ارقامی هم نمی که 100% دروغه. همون آماری که میگفتن 93% مردم طرفدار برنامه هسته‌ای و غنی‌سازی، همین دروغ ها
همین هم همه انتخابات همین الان حال شروع نشده نایاک داره میگه تا 75% میان رای بده. اینا که دروغه، من تردیدی در این ندارم. من نظر من با نوع ماهیت دروغ این حکومت که دروغ سازی میکنه، آمار سازی میکنه، وقتی خودش آمار میده که 10 میلیون شرکت نمیکنن، سر حتما بیشتر از این. در خارج هم به همین ترتیب مخالفت ها روز به روز بیشتر شده، دیگه گول نمیخورن آقا رأی ندیم به مثلث چین اینها. ولی آنچه که هست، رسانه های مهم مثل بی بی سی، مثل رادیو فردا، مثل صدای آمریکا، البته همه اینها هم درجه داره، بی بی سی یک، مثلا صدای آمریکا تلویزیون، هیچ تغییری نشده، هر چند وقت بار یکی رو بیرون میکنن که سر صدا بخوان. سیاست همونه، همون 4 سال پیش از روحانی دفاع میکنه، حالا طرفدار روحانی رو میارن بیشتر، 10-1. یه نکته مهم هست، ببینید یه نکته مهم هست که حالا بخوام بازش کنیم طول میکشه، من خلاصه بگم که ما چرا اینجوری شده، چرا هنوز که هنوزه آخه توی جای دنیای همچین نمایش مسخره رو انتخابات نمیگن، داغش نمیکنن که، چرا اینجوری شده، چرا ما هی تکرار میکنیم میبینیم اثر نمیکنه. حالا مردم که بخششون گیرن، مردم راهی ندارن اونا که رأی میدن، ولی رسانه ها تو خارج و داخل اینقدر تبلیغات میکنن. ببینید یه بخشش همین آدم هایی هم که نوخورن، این داستان بالاخره یه چیزی گیرشون میاد، شما هر کاری هم بکنید بالاخره یه حکومتیه که در پول خرج کردن که دستش بازه، خب اینا هم زیادن، یه ده اینا، یه بخشی هم خب توی این حکومت بزرگ شدن، فکر کنن دنیا سقف دنیا همینه، روحانی باشه یا خاتمی باشه یا احمد نژاد باشه یا رئیسی، سقف رو بردن پایین. ولی یه چیز دیگه هم هست، یه مسئله دیگه هم هست، به خصوص خب من یه نسل از شما آقای نیکاهنگ قدیمی ترم، شما یادتون نیست یه موقعی بود که فرهنگ سیاسی در ایران در به اصطلاح خیلی به شدت تحت تاثیر حزب توده بود قبل تا قبل از انقلاب، بخش مهم میش، حتی نشریات و روزنامه ها بخش مهم میش، بالاخره همون افکار بود، همون نگاه ضد آمریکایی، همون نگاهی که به دنیا این طور که نگاه میکردن این طور بود. بعد از انقلاب ببینید شما تصورشو بکنید، هیچ جای دنیا هم چیزی دیدی، شب 2 خرداد 76 یه دفعه اون آقایونی که اسم خودشون بود خط امام، آدم میکشتن و از دیوار سفارت بالا میرفتن و جنگ تا پیروزی رو باید بریم لبنان رو بگیریم و اینا، همه شدن یه دفعه اصلاح طلب و دموکرات یه شبه. جالب اینه که متحدین این خط امامی ها، یعنی همون اکثریت و توده ها که خیلی شما رو خارج، اونا هم یه شبه شدن اصلاح طلب. این طرز تفکر ببینی همونه، همون کسی که میاد تو تلویزیون ممکنه تایید، حالا ممکنه مزدورم نباشه، میگه بریم تو انتخابات، همون آدمی که از رفتار منطقه جمهوری اسلامی دفاع میکنه، از برنامه هسته‌ایش هم دفاع میکنه. این طرز تفکر ما دست کم میگیریم، بخش عظیمی از این گروه های سیاسی چپی که با خط امام، یعنی اصلاح طلبان کنونی، در دهه اول انقلاب همکاری میکردن، جبهه متحد ضد امپریالیستی به قول خودشون داشتن، تو خط امام خودشون میدونستن. این طرز تفکر، طرز تفکر ضد آمریکایی، ضد اسرائیلی، حالا جمهوری اسلامی هم هر ایرانی داره این چیزاش خوبه باید بمونه، از توش در اومده. اینا رسانه های مهم رو گرفتن، ما چه میدونستیم اینا تمام رسانه ها رو، رادیو فردا رو وقتی مخواستن را بزن تو پراک، همه اینا تو صف بودن برای استخدام. بی بی سی هم که خب معلومه سراغ اینا میره دیگه، همین تلویزیون سر آمریکا، هر کسی مادرش قهر میکرد میومد آمریکا، آقا شما چیکاره بودی ایران؟ من 2 روز خبرنگار بخش حیوانات بودم در فلان روزنامه مثلا اصلاح طلب، به به بفهمن پشت تلویزیون، برین جلوی تلویزیون اصلا برید برنامه اجرا کنید. این بوده، اینو ما دست کم میگیریم که این بخش روشن فکر، اسمش میذاریم روشن فکری، اینا چطور این گفتمان ذلت برید تو انتخابات شرکت کنید، اینو جلو میبرن، این رو باید واقعا نگاه کنیم بهش. بسیار سپاسگزارم آقای دایی عزیزم. نیکاهنگ، یکی از شاخصه های برگزاری انتخابات نظارت بین المللی است. چرا مقامات جمهوری اسلامی در 39 سال گذشته علارغم همه حاشیه‌هایی که وجود داشته تن به نظارت سازمان‌های بین المللی یا نهادهای حتی اسلامی، کنفرانس اسلامی و یا سازمان‌های از این دست
بر انتخابات ایران ندادن. از چه چیزی رژیم اسلامی واهمه داره که اجازه نظارت بر انتخابات رو هرگز صادر نکرده؟ والا اینا فقط به نظارت آقای جنتی اعتماد دارن و حاضر نیستن هیچ ناظری به جز آقای جنتی، خب با توجه به اینکه پیر چشمی داره و درست نمیبینه، خب هر چیزی رو که خواست رهبری باشه تایید میکنه. اما از شوخی گذشته، جمهوری اسلامی ساختاری هست که تن به نظارت بین المللی نمیخواد بده، چه در محدوده حقوق بشر، چه در محدوده بررسی فساد، چه در محدوده بررسی سیاست‌های اقتصادی و مالی و کشاورزی و آبیاری. شما حد فرض بکنید که چند تا کارشناس FAO یا همون FAO که در ایران میشناسن میخوان برن در مورد وضعیت منابع آب برفرض در چند منطقه یک بررسی‌هایی بکنن، ببینید چه بامبول بازی های در خواهند آورد که اینها به نتایجی برسن که ساختار حاکم در ایران میخواد برسن. ما اون موقع در روزنامه همشهری یک جوکی داشتیم، میگفتیم مثلا اگر کسی میخواست نظر دیگری رو بدون راجب چیزی، میگفتیم نظر مثبتتون راجب این مثلا کارتون یا این مطلب چیه. در حقیقت سیستم همینطوری است. جمهوری اسلامی فقط نظر مثبت افراد رو، مجموعه ها رو میخواد، به جز تایید چیزی دیگری نمیخواد. و حالا ببینید ساختاری که فسادش در دنیا زبان زد هست، گروگانگیر هست، باجگیر هست، اهل دخالت و مداخله در امور کشورهای منطقه هست. اگر یک جایی بفهمه 4 تا شیعه وجود داره تو اونجا، حتما سر یه نمایندگی میفرسته. الان یه دعوا هست میان عربستان و ایران در کوبا بر سر مساجدی که میخوان بزنن. حالا ایران دنبال این است که چند تا از کوبایی‌ها رو شیعه بکنه، اونا میخوان در مقابل حالا برفرض وهابی کنن. اما ببینید این بازی‌ها رو وقتی نگاه میکنید میبینید جمهوری اسلامی فقط تن به نظارت ساختار خودش میده و اونم سیستم تاییدآمیزه. آیت الله خامنه ای چه کسی رو قبول داره که بخواد نظارت بکنه؟ آقای خمینی چه کسی رو قبول داشت؟ حتی گورباچف رو به عنوان رهبر یک کشور، یک ابرقدرت، اونقدر قبول نداشت که مثلا بخواد حرفی رو بزنه. آقای گورباچف بایستی با اسلام آشنا میشد تا بعد، و بعد یک کمی سرخم میکرد تا بعد آقای خمینی ایشون رو قبول می داشت. وقتی مسائل رو نگاه می کنید، ایران متاسفانه دست مجموعه افتاده که عملا به تاراج بردن همه چیز رو، از جمله ارزش های دموکراتیک رو، و یک سری به نظر من افرادی که به ظاهر از ایران خارج شدن به عنوان پناهجو یا به عنوان تبعیدی، از همین هم استفاده می کنه برای تحکیم مواضع خودش در سطح بین المللی. بسیار سپاسگزارم نیکا، برمیگردم بهت. اما آقای دایی، با همه این حرف ها ستاد انتخابات کشور میگه رویکرد رادیو تلویزیون دولتی ایران نسبت به 6 نامزد مساوی و متوازن نیست، به نفع یکی کار میکنه به ضرر دیگری. خیلی ها هم معتقدند که برخی از شبکه های فارسی زبان جریان اصلی، مشخصا بی بی سی فارسی و صدای آمریکا، از تیم اصلاح طلبان نزدیک به آقای روحانی در انتخابات پیش رو حساب استفاده میکنند. با توجه به افول جایگاه رادیو تلویزیون دولتی ایران در سالهای گذشته در ایران، فکر میکنید حمایت یا عدم حمایت رادیو تلویزیون دولتی ایران، یا حمایت یا عدم حمایت رسانه های جریان اصلی خارجی که برای به زبان فارسی برنامه ایجاد میکنند، چقدر میتونه در رأی آوری این کاندیداها مثمر ثمر یا مؤثر باشه؟ صداتون رو نداریم. عذر میخوام. صدا میخوام. به نظر من موثره. تأثیر میذاره. فضا میسازن. مردم میترسونن. اون موقع میگفتن جلیلی، اگه یادتون نیست سر داستان مثلث جیم چیکار کردن؟ ما واقعا مخوام با تو شواسه بکنی. اولا که من نمیدونم حالا تقلب و ایناش دیگه، هر کسی میتونه خودش فکر کنه. مثلا جنتی نمیدونم 1,000,000 چقدر رای بود، 1,000,000 تهرانی هم میرن به اون رای بدن، اصلا مسخره نیست. میخوام بگم تأثیر میذاره، اینا فضا میسازن. آخ ایران سوریه نشه، آخ راه دیگری نداریم. بعد یکی دوتا که نیستن، میرن آدم های مختلف و با فکر و کروات میشینن و موضع دلسوزی. خب تأثیر میذاره دیگه. تأثیر نمیذاره، یعنی اگه تأثیر نمیذاره که به اینا حقوق نمیدادن که. خب
نشستن اونجا این همه حرفا رو بزنن، پس فایده داره که این پول میدن و تلویزیون رو میندازن و میلیون ها دلار خرج میکنن. هزار جور الان مقاله‌ای که نیویورک نوشته، ببینید چی جوری مثلا میخوان روحانی، چون خب برای اینا بده که برای اینا، اینا از یه طرف نان اینو میخورن که بگن روحانی میانه روه، خیلی جالبه، روحانی میانه روه، ولی فقیه یا سپاه پاسداران تون روه. البته ولی فقیه زیاد نمیگن، میگن ولی فقیه اون وسط هاست مثلا میچرخه بین سپاهی حالا، ولی اینجوری میخوان نون روحانی رو بزرگ کنن. اما از یه طرف دیگه وقتی شما روحانی رو مطابق بسیار در مقابل ولی فقیه قرار بدین، اعتبار نداره. یعنی نظام، یعنی اصل نظام، بالای نظام و سپاه برش تره خورد نمی کنن. خب این برای روحانی خوب نیست تو خارج، درست؟ تو مذاکرات هسته‌ای میگفتن چی؟ میگفتن خامنه‌ای پشت روحانی. حالا ورشته نایاک این مقاله نوشته، تمام حرفش اینه که میگه رئیسی میخواد خودشو نماینده خامنه‌ای معرفی کنه و این حقیقت نداره. خامنه‌ای نظرش با رئیسی مثلا نیست که چی بشه؟ که روحانی اینجا اعتبار پیدا کنه که آقا روحانی هم همونطور که این میگه قرار 50 میلیون برن رأی بدن، اکثرشون هم بدن به روحانی، بنابراین مورد نظر مردمه، مشروعه. دوم ولی فقیه هم پشتشه، پس چی؟ میتونه یه کارایی انجام بده، روش حساب باز بکنه، اگه بیاد میتونه یه کار مثبتی بکنه. خب این حرفا رو میزنن هم تو خارج هم تو داخل، بالاخره یه دی حرفا رو میپذیرن دیگه. این حرفا به اصطلاح بلندگی داره. روزنامه نیویورک تایمز وقتی که وهمی داره باش تو یه مقاله نوشت تو تویتر پارسی تو مدتش همین چند روز پیش تو نیویورک تایمز، ببینید حالا چقدر ارج و قربش به خاطر مخالفتی که این روزنامه ها با دولت ترامپ دارن، چقدر ارج و قرب تویتر پارسی رفته بالا که مقاله تویتر پارسی تو نیویورک تایمز چاپ نمی‌کردن، من یادم نمیاد. ورشته اینقدر دروغ نوشته بودم، یه نفر که خیلی آدم آرومی هم هم و اشتود 16-17 تا از دروغای اینو و اشتود نوشته بود، ولی تمام اینا برای مشروعیت دادن به نظامه و من بدون تردید معتقدم اثر داره. به همین دلیلم که اثر داره من به شما نشستیم اینجا و رسانه های دیگه هم مخالفت میکنید، حرف ما هم اثر داره، حالا ممکنه به اندازه اونا نداشته، ولی چون ما پشتمون رو حقیقت سواره، دروغ که نمیگیم، جهل که نمیکنیم که الکی قهرمان بسازیم، الکی وعده بدیم، بنابراین حرف ما هم 100% برندگی داره. بسیار سپاسگزارم آقای دایی. نیک آهنگ، به هر حال تو از میدونم سرگرمیهات پیگیری تیترهای نخست روزنامه‌های داخلی و اخبار داخل کشور هست، به تبع شغل روزنامه‌نگاری هم خب طبیعتاً کاریست که همه ما بهش گرفتاریم، یه جوری همه اخبار رو دنبال کنیم. مشخصا دو تا نظر هست، یه سری میگن که کاندیدای مورد حمایت علی خامنه ای ابراهیم رئیسی است، یه سری ها میگن نه اینا همه موش و گربه بازی است و کاندیدای مورد نظر علی خامنه ای همون جور که در انتخابات 92 حسن روحانی بود، در انتخابات 96 هم حسن روحانی است. تو کدوم یکی از این دو تا دیدگاه رو به واقعیت نزدیکتر میبینی؟ وقتی که ما یه چیزی به نام شورای نگهبان داریم و تجربه انتخابات 88 رو داریم و میبینیم که در سال 92 چگونه میان کاندیداها رو گزینش میکنن، میشه گفت هیچ کدوم از این کاندیداهایی که اومدن بالا آقای خامنه‌ای هیچ مشکلی باهاشون نداره. یعنی به نظر من آقای قالیباف که تقریبا حالا به خاطر یواش یواش داره معتاد میشه به شرکت در انتخابات، که زمانی میگفتن محسن رضایی معتاد شده به شرکت در انتخابات و رأی نیاورد، حالا فکر کنم قالیباف داره همین مسئله رو دوچار میشه. ولی مسئله بذاریم کنار، تمام اینها آقای خامنه‌ای نسبت بهشون نگاه منفی نداره. ممکنه برفرض آقای رئیسی بنا به وابستگی هایی که به سپاه داره و نزدیکی که به تیم مشهد داره و مجتبی خامنه ای هم طبیعتاً با اون مشکل کمتری داره، آقای قالیباف به خاطر نسبتی که با خانواده ی همسر آیت الله خامنه ای داره و طبیعتاً خب مشکلی هم با اونا ندارن، ولی میدونن قالیباف رای بیار نیست عملاً به طور ساده. میمونه اینکه بگیم تکلیف آقای روحانی چیه. آقای روحانی هم به قول
افراد مختلفی که من در تهران باشون تماس میگیرم میگن بی آزارترین رئیس جمهوری بعد از انقلاب، یعنی مکان بعد از انقلاب رئیس جمهوری داشتیم کلا، ولی بی آزارترین رئیس جمهوری بوده بعد از 1360 نسبت به رهبری نظام و به هیچ عنوان هیچ چیزی رو اذیت نکرده خامنه‌ای رو. حد اکثر هر از گاهی ممکنه مثلا آقای خامنه‌ای یه چیزی گفته باشه، چند ساعت بعد آقای روحانی هم مثلا اومده یک متلکوار چیزی بگه که ظاهرا این قضیه از مجلس اول هم وجود داشته و آقای خامنه‌ای هم عادت داره به این مسئله. وقتی همین رو کنار هم میگذارید میبینید نه، به نظر من آقای خامنه‌ای از یک به قول معروف میکروب ضعیف شده بیشتر رضایت داره تا یک میکروب گردن کلفت، و آقای روحانی عملا در دوره دوم یک میکروب ضعیف شده خواهد بود و حالا به قول آمریکایی ها میگن یک اردک شل، یک لیم داک میتونه باشه. وقتی بحث میکنن بعضیا که نه حتما اگر روحانی بیاد مقابل خامنه‌ای میسته، همین جماعت لابیگر، همین جماعتی که در زمان توافق هسته‌ای دنبالی بودن که بحث‌های مرتبط با حقوق بشر نادیده گرفته بشه و بحث نشه، وقتی صحبت می‌کردن گفتن نه آقای روحانی وقتی قدرت پیدا بکنه مقابل آقای خامنه‌ای میسته. من می‌خوام ببینم این قدرت کی قراره پیدا بشه. عملاً می‌بینیم که هیچ اثری از اون قدرت نیست. چرا؟ چون ساختار سیستم به نحوی است که اگر مردم کسی رو برگزینن نهایتاً اون فرد میشه دستیار آیت الله خامنه‌ای، دستیاری که قدرت نداره به سپاه بگه بالا چشت ابروه، دستیاری که قدرت نداره خیلی از قراردادها رو تایید بکنه یا رد بکنه، دستیاری که قدرت نداره ناظر قانون اساسی باشه و وقتی هم بحث از حقوق شهروندی میزنه آخر سر یک چیز هشل هفتی میزنه که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، که خود قانون اساسی جمهوری اسلامی در مسائل مختلف که ببینیم وقتی اجرایی میشه خودش ناقض حقوق انسان‌ها و طبیعی و در حقیقت تثبیت کننده تبعیض میشه. چیزی که این جماعت لابیگر دنبالش هستن حفظ وضع موجود هست، برای اینکه اون قراردادهایی که دنبالش بودن به نتیجه برسه و بعد دوستانشون آزاد بشن تدریجا از تهران و مشکلات اقتصادیشون حل بشه و دفاتری که در لندن و وین و نقاط دیگر دارن رونق اقتصادی که دنبالش بودن از چند سال پیش دو مرتبه برگرده به همون سیستم. وگرنه من بجز این مسائل بحث رونق اقتصادی و برای گروهی خاص هیچ چیزی درش نمیبینم که اینا اینقدر دارن تلاش میکنن براش. بسیار سپاسگزارم نیکوهنگ عزیز. آقای دایی، در ایران حمید فرخ‌نژاد یکی از بازیگران سینمای ایران که سال 92 حضورش در صف انتخابات برای رأی دادن تبدیل به سوژه‌ای شد در رسانه‌های بین‌المللی، در واکنش زودهنگام به مسائل انتخاباتی در اینستاگرامش عکسی منتشر کرده و گفته همیشه در ایام انتخابات سراغ ما هنرمندان میان و به یادشون میفته که از ما به عنوان وسیله ابزاری استفاده کنند برای تبلیغات. آقای فرخ‌نژاد مشخصا گفته قصد نداره امسال از کسی حمایت کنه و از شنیدن وعده‌های بی اساس و بی پایه خسته شده و قصد هم نداره کسی رو از ترس اومدن کس دیگری بفرسته پای صندوق رأی تا به کس دیگری رأی بده. خیلی پر ایهام ولی مشخص و معین اون تابوی همیشه رو شکسته. آیا فکر میکنید که حرکت مقابله به مثل در قبال تهدید مردم به رأی دادن از سوی هنرمندان این دفعه داره شکل میگیره تا این حلقه تحمیق اجتماعی رو بشکنه؟ ببینید، اولا خب واقعا باید تشکر کرد، حرفای خوبی هم زده. یکی این که خب به این وعده ها گوش نکنید، همه دروغه. دومش هم این که به اصطلاح ما این فضایی که ایجاد میکنن و هم به مردم یه محلی میذارن که آه رأی شما چقدر مهمه، چقدر شما مشارکت دارید، تشریف بیارید، فقط برای انتخابات و گرم کردن تنور انتخابات، حالا چه به هنرمندا، چه به ورزشکارا، چه به مردم. یکی هم این دکان این بده و اون بدتره، آخ به مثلث جیم رأی ندید، اگه به روحانی رأی ندید جلیلی میاد، اینم دکانه. خب این حرفا که زده حرفای خیلی خوب بوده، ولی واقعش اینه که ما یادمون رفته 4 سال پیش که روحانی اومد، 4 سال قبلش میلیون ها نفر تو خیابون بودن. مثلا این آقا اومده بود که موسوی و کروبی رو از حس در بیاره و تمام اون خواسته های مردم که تو خیابون بودن رو اجرا کنه. یادتون چه چیزایی میگفت؟
منشور شهروندی، حقوق شهروندی. خب ببینید چه دکان هایی را میده. آخه شما یه مقداری ببینید چقدر، خب این دکان ها مردم هم جیبشون رو نگاه میکنن الان. حالا ادهی بالاتر از اونم میبینن، وضعیت سیاسی میبینن، ولی خب مردم وضعشون خرابه و مسخرگی نمایش مسخره در اینجاست، مسخرگی در اینجاست. قالیباف الان صحبت کرده، من تیکایش الان داشتم میخوندم و بقیه هم میان صحبت میکنن، حرفای خیلی قشنگ، ما بیام رکور و خود رو در میاریم اصلا. ولی بحث اصلی کجاست؟ یکی بحث دموکراسی توی مملکت، ولایت فقیه کسی اصلا اسمش هم نمیاره. دوم وقتی به اقتصاد ما میرسیم مشکل کجاست؟ مشکلی که باندهای مافیایی هم در اساس سپاهه، یک. دوم مخارجی که تو خارج کشور میکنن. سوم اینکه سرمایه گذار خارجی نمیان تو ایران. برای چی نمیان؟ برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی. خب راجب اینا میان بحث بکنن مسئله مهم نمیکنن که، این مسخره است. حالا یه عده میخوان داغش بکنن تو خارج و اینو محدود کردن به چی؟ محدود کردن به این. دیدم این آقای به نام برزین مال بی بی سی، حقوق بگیر بی بی سی، برایش نوشته که استدلال رو ببینید. من میرم رأی میدم. چرا؟ چرا میرم رأی میدم؟ چون اگه رأی ندیم یعنی براندازی، براندازی هم اله و بله و بد باش. آقا اولا این دروغ شما رو ما میپذیریم که رأی ندادن یعنی بعد بریم تو خیابون همه اسلحه دست بگیریم. باش، این دروغ شما هم باش، اونم بده، اصلا بدتر از اونم نیست، مذمومه همه اینا که میگی. کی شما رو مجبور کرده به رأی بدی؟ شما بیا بر من ثابت بکن که رأی که میندازی اون تو به غیر از که به حکومت مشروعیت میدی فایده داره. اگه فایده نداره اون را بده، باشه اون را فایده نداره، راه شما چه فایده داره غیر از مشروعیت دادن به نظام؟ بعد 20 سال رفتی داری رأی میدی هیچی گیرت نیومده. آقای حقوق بگیر ملک فخیمه که از ولایت فقیه دفاع میکنی، ما بدیم، همه بدن، همه مخالف تحریمه و بد، باشه آخه همین شده دیگه، رأی بدید جلیلی نشه. خب حالا روحانی بیاد چی؟ چه خیلی به سر مردم ایران میرسه؟ ببینید اینه دیگه، این داره ورزشکار یا اون احمد اینو میگه، میگه آقا ما رو بازی گرفتن، ما رو میترسونن. خب اینا دکانهایی که هر عقل سالمی باید بپذیره، احتیاج نیست با فکول و کروات نشسته تو بی بی سی اسمش هم دستخونه که به اصطلاح از اینا دفاع بکنه. عذر میخوام، استدعا میکنم. آقای کوثر عزیزم، حسن عباسی همین هفته در تبریز در واکنش به سخنان پرمعنای یک دانشجوی تبریزی که تفکر میلیشیایی در ایران و اونچه که رفتارهای سپاه پاسداران و ایادی جمهوری اسلامی در سوریه هست رو زیر سوال میبره، البته در دفاع از آقای حسن روحانی در حقیقت این حرفا رو اون دانشجو در فضای داخلی ایران به زبان میاره. اما آقای حسن عباسی مشخصا از این واژه استفاده میکنه و میگه اگر مدافعان حرم نبودند یا اگر آقای رئیسی و اعضای تیم‌های اعدام کننده ای که کسانی که دست به اسلحه بردن و و و اون اتهامات موسیقی رو که سالهاست همه ما شنیدیم مطرح شده، به جوخه های اعدام نمی‌سپردند و اعدام نمی‌کردند، الان و این واژه رو به کار میبره، شما لباس زیر نوامیستون رو مدیون این افراد هستید. به کجا رسیدیم نیکاهنگ که یک بوزینه به خودش اجازه میده با ملت شریف ایران، ترک غیور ایرانی اینطور صحبت کنه؟ والا من نمیدونم زیر پوشخاب مارکشون قرار ناموسی باشه یا نباشه، ویکتوریا سیکرت یا مارکای دیگه، باید احتمالا بیاد راجع به این با آقای عباسی مشورت بکنه و دیزاین انواع زیر پوش ناموسی و غیر ناموسی نظر ایشون رو بپرسه. اما ببینید وقتی که شهروند ایرانی میاد به انتخاباتی که تحت نظر ولایت فقیه هست و خاصه ولایت فقیه رو برآورده میکنه، میاد به اون تن میده، بایستی حسن عباسی ها رو هم تحمل کنه. وقتی شما میایید رأی میدهید، رأی ببینید مفهومش چیه. ببینید تو ده خدا نگاه کنید، رأی مفهوم اندیشه هم داره، مفهوم فکر هم داره، مفهوم اراده هم داره. آیا رأیی که
بخش عمده‌ای از مردم ایران میدن بر اساس فکر و اندیشه و اراده است یا بر اساس اراده و خواست ساختاره. وقتی ساختار مردم رو در چارچوب رعایا میبینه، رعیتی که بایستی بیاد لبیک بگه و از میان گزینه‌هایی که روی منوی هست از رو منو فقط این چند تا رو داره و هیچ چیز دیگه نداره، به نامزدهای باید رأی بده که هیچ شباهتی با مردم ندارن، با اکثریت مردم ندارن، خب یه جای کار عیب داره. وقتی شهروند به اینها تن میده، یعنی به تجاوز سیستم به حقوق خودش داره تن میده. اگر فکر بکنیم راجع به این مسئله که مقاومت و نافرمانی مدنی میتونه یک راهی باشه برای شکاندن و شکستن اعتبار سیستم، نتیجه کار فرق خواهد کرد. من میخوام توجه بینندگان رو به یک نکته جلب بکنم. در روزهای اخیر به دروغ در برخی رسانه‌ها آمده که به خاطر سیاست‌های روحانی دریاچه ارومیه داره نجات پیدا می‌کنه. همین دیروز خبر رسید که سطح آب دریاچه ارومیه از سطح آب در سال 92 که دولت روحانی اومد پایین‌تره. این یعنی چی؟ میلیاردها دلاری که خرج شده کجا رفته؟ سیاست های اشتباه و برنامه های اشتباه نتیجهش چه بوده؟ در طول 4 سال دولت روحانی تعداد حاشیه نشین ها و حلبی نشین ها افزایش پیدا کرده. به چه دلیل؟ آقای روحانی آیا اومد در مقابل سیاست افزایش جمعیت آقای خامنه ای بیسته؟ همون رو تایید کرد و همون رو هم گفت در همون چارچوب داریم کار میکنیم. آقای روحانی در تبلیغات خودش در شهر قزوین میاد میگه که ما در سال 92 نزدیک 6 میلیون تن گندم کم داشتیم و باید وارد میکردیم، ولی سال گذشته 3 میلیون تن گندم میخواستیم صادر کنیم. یک کسی که واقعیت‌های ایران رو ندونه ممکنه خیلی هم خوشحال بشه، چقدر پیشرفت. ببینید هر میلیون تن گندمی که داره تولید میشه ضرب کنید در 1300 تن آب، یعنی 1,300,000,000 تن آب اضافی از زیر زمین در اومده برای تولید اون گندم حداقلش. اونم تازه با توجه به اینکه در نظر بگیریم متوسط در حقیقت آب مجازی در ایران به متوسط جهانی نزدیک باشه که احتمالاً بیشتر هست میزان آبی که مصرف شده. یعنی برای تولید گندم اضافی بخش عمده ای از منابع آب زیرزمینی ایران خارج شده. درسته. برای اینکه آمار خوب بشه. ببینید تمام اینا رو کنار هم میگذارید، اگر مخاطب هوشمند باشه سوال میکنه، میگه آقای روحانی چرا داری چرت و پرت میگی؟ ولی مخاطبی که فقط سر تکون میده، درسته، طبیعتاً شهرونده مستقل نمیتونه باشه و یک رعیته. من تنها چیزی که دارم فکر میکنم بایستی به سمتی بریم که از رعیت بودن خارج بشیم. بی نهایت سپاسگزارم. امیدوارم ما هم مثل مردم ایالات متحده آمریکا و بسیاری دیگر از کشورهای دنیا در جایگاهی قرار بگیریم که بتونیم رؤسای جمهورمون رو مورد پاسخ پرسشگری قرار بدیم و از اونها پاسخ بطلبیم. رؤسای جمهور موظف باشند خودشون رو به ما ارائه کنند. آقای دایی، 100th روز ریاست جمهوری آقای ترامپ همین شنبه خواهد بود، بحثی که از قبل هم مطرح بود. البته این رو من مشخصا برای اطلاع بینندگان خوبمون بگم که گزارش 100 روز نخست از زمان سال 1933 در زمان فرانکلین روزولت در امریکا مطرح شد که در اون زمان پرزیدنت روزولت در آستانه برقراری کنگره، 100th روز برقراری کنگره آمریکا، گزارش مفصل در مورد عملکرد دولت خودش ارائه کرد در 17 جون سال 1933. از اون زمان به بعد رسم شد که 100 روز نخست دوره هر ریاست جمهوری رو مورد بررسی قرار بدن. بر همین مبنا در سال 92 حسن روحانی صحبت از طرح 100 روزه در ایران کرد که شعار و شوخی بیش نبود. اما حالا نگاه بسیاری از رسانه‌ها فوکوس روی عملکرد 100 روزه نخست آقای ترامپ. شما 100 روز اول آقای ترامپ رو در خصوص مسائل مربوط به ایران به شعارهای تبلیغاتشون نزدیک ارزیابی می‌کنید آقای دایی یا دور از اونچه که در تبلیغاتشون مطرح می‌کردند؟ در تبلیغاتشون
نسبت به ایران به طور کلی بحث یک نبود. کلن تم اصلی صحبت آقای ترامپ قبل از انتخابات به اصطلاح دور شدن آمریکا از ایفای نقش رهبری در جهان، دخالت در امور خاورمیانه بود. طبیعتاً اینکه جمهوری اسلامی بده یا سازش هسته‌ای بده، اینها رو تکرار میکردن. آنچه که هست اینه که ما اولا ایرانی ها باید این رو به نظر من یادمون باشه که بالاخره آقای ترامپ بعد از 8 سال مماشات آقای اوباما اومد و فضا اینه که با جمهوری اسلامی برخورد جدی تری بشه. اگر آقای ترامپ شکست بخوره، یعنی در کلش در رئیس جمهور موفقی نباشه، تردید نکنید دفعه بعد کسانی که خواهند اومد از حزب دموکرات اگه چپتر باشن در رابطه با جمهوری اسلامی مماشات چون بدتر از آقای اوباما لاقل در طرز فکر خواهد بود. البته بستگی داره که اون عاملی که تعیین کننده در نهایت خود رفتار جمهوری اسلامی هم هست، ولی اون کسانی که سر کار میان اون خواهد بود. بنابراین باید همه امیدوار باشیم که لاقل آقای ترامپ رئیس جمهور موفقی باشه در سیاست خارجی بخوش. حالا کارنامه ایشون چیه در سیاست خارجی؟ کارنامه ایشون دو تا برجستگی کلی که خب تو این صد روز بوده، یکی عدم انسجام در دولت بوده، یعنی هیچ بخشیش با بخش دیگری انسجام نداشته. در مورد ترکیه وزارت خارجه بعد از رفراندوم بیانیه داد، انتخابات رو تقریبا مخدوش جلوه داد، گفت خیلی جاها بوده که به اصطلاح علامت سواله و زیر علامت سوال بود روش‌های اردوغان رو قبل از انتخابات. زیر علامت آقای ترامپ تلفن میزنه به اردوغان تبریک میگه. و از این نمونه ها بسیار زیاد بوده در سیاست خارجی. یکی عدم به اصطلاح انسجام، دوم اینه که به اصطلاح پست‌های مهم پر نشده، چه در وزارت دفاع در وزارت خارجه، پختگی ندارن آدم‌هایی که هستن، خیلی هاشون آشنایی ندارن با موازه، بنابراین اینم یه ضعف. اما همه کارشناسا میگن اتفاقا چیزی که خوبه یکی اینه که تیم امنیت ملی، یعنی جنرال ماتیس وزیر دفاع و جنرال مکمستر رئیس شورای امنیت ملی، آدم های قابل اعتمادی هن، تجربه زیادی دارن. اتفاقا اینها در مقابل این نوسان هایی که در دولت آقای ترامپ ها، اینا بهتر میتونن عمل بکنن. این یه فاکتور به اصطلاح بسیار مثبت در این زمینه. یه فاکتوری هم که میگم ما همیشه دست کم گرفتیم، فقط میام رو دولت‌های خود آمریکا فقط حساب باز میکنیم، اینه که بالاخره آمریکا و غرب یه منافعی داره. سوا این که من چی بگم، تبلیغات که نید، یعنی خارج از ذهن ما یه واقعیاتی وجود داره. آمریکا بالاخره تنها ابرقدرت جهانه، بالاخره امنیت خاورمیانه اهمیت داره. همونطور که ببینید یادتون هست آقای ترامپ گفتش که بره کره جنوبی هم از خودش دفاع کنه، بره ژاپن هم خوب کنه. حالا ببینید با چه شدت و غیظی رفتن از کره جنوبی دفاع میکنن. بالاخره حساب کتاب داره، با شعار که نیست. بنابراین منافع ایالات متحده یه چارچوبایی داره. حالا معناش چیه؟ معناش اینه یه اتفاقی که افتاده ما ممکنه دست کم بگیریم، اینه که در زمان آقای اوباما با همه امتیازاتی که جمهوری اسلامی گرفت، این حساب باز میکردن جمهوری اسلامی رفتار سیاست خارجی رو تغییر بده. بدتر شده، تهدید یک منطقه است، این یه واقعیته. بنابراین این تهدید جمهوری اسلامی و منافع ایالات متحده که از طرف جمهوری اسلامی تهدید میشه، به اضافه تیم امنیت ملی خوبی که آقای ترامپ داره، به نظر میرسه که در سیاست خارجی در مورد خاورمیانه اینا آرام آرام داره به این سمت جلو میره که سیاست خیلی خوبی داشته باشه. یعنی نشانه های سیگنال های متضاد هست کماکان، عدم انسجام هست کماکان، ولی از درونش داره به نظر میاد که اون چیزی که احساس میشه بیشتر داره تسلط پیدا میکنه، یک سیاست درست و منسجم در رابطه با جمهوری اسلامی، بر اصل این که جلوی به اصطلاح هژمونی جمهوری اسلامی در منطقه رو بگیرن. و در مورد هسته‌ای هم حالا پرونده دیگری که اونم میتونیم بعدا بحث بکنیم. بنابراین من در کلش نسبت به صد روز پیش امیدوارتر شدم. من صد روز پیش خیلی منفی‌تر می‌دیدم، الان مثبت‌تر می‌بینم. به خاطر عرض کردم این دو نکته،
رفتار جمهوری اسلامی، منافع استراتژیک ایالات متحده. بسیار سپاسگزارم. من این توضیح رو هم اضافه کنم که بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران رسانه‌ای به دلیل نزدیک بودن این صد روز نخست با وعده های انتخاباتی میکوشند تا از مقایسه این دو درجه مقبولیت یک دولت رو در صد روز نخست آیکونی برای بررسی موضوعات مورد اهمیت در حوزه افکار عمومی قرار بدن. نیکاهنگ، با همین پرسش به تو برگردم. نگاه تو به اقدامات آقای ترامپ در صد روز نخست فعالیتش در خصوص ایران چه هست؟ اگر جنرال فلین دچار مشکلی نمیشد که مجبور بشن بعد از 21 روز اون رو کنار بگذارن به عنوان مشاور امنیت ملی، به نظر من اقدامات آقای ترامپ خیلی شدیدتر میتونست باشه در مقابل ایران، چرا که هم جنرال ماتیس رو داشتیم در پنتاگون و هم جنرال فلین رو که خیلی تندتر بود نسبت به جنرال مکمستر که الان اومده و مسئول در حقیقت شورای امنیت ملی هست. با این وجود جنرال مکمستر به عنوان یک آدم بسیار منطقی و غیر ایدئولوژیک داره در شورای امنیت ملی آمریکا کار میکنه و یواش یواش کسانی که در ساختار سیاست خارجی آمریکا بودن و به دنبال نزدیک کردن دولت آمریکا به دولت روحانی بودن یواش یواش دارن کنار گذاشته میشن. خانم سحر نوروززاده به نظر من یکی از دلایلی که کنار گذاشته شد فقط به خاطر این نبود که مثلا سایت های مثل برایتبارت یا دیگر رسانه‌ها بهش حمله کرده بودن، به این دلیل بود به نظرم که برخی از گزارش هایی که داده بود که به وزیر خارجه و وزیر خارجه حرفای اول مطرح کرد آقای تیلرسون که بعداً اومد نقض اونها رو عنوان کرد، به نظر من یک نشانه هست که متوجه اشتباهاتی شدن که صورت گرفته به نظر من. حالا یعنی اشتباهات از نظر من یعنی اون چیزی بود که مطابق برنامه‌های ترامپ بایستی می بود و نبود. مسئله دیگری که بایستی در نظر بگیریم این هست که در بررسی در توافق هسته‌ای خب اول بر اساس اون اطلاعاتی اومدن حرف زدن که افراد در وزارت خارجه بهشون ارائه کرده بودن، اما بعد از بررسی های مجدد دیدیم که موضع کاخ سفید هم تقریبا عوض شد و تندتر شدن و بحث این شد که اگر جمهوری اسلامی روح برجام رو نقض بکنه با اقدام قوی تر آمریکا روبرو خواهد شد و الان در شرایطی مثلا میبینیم که یک کشتی جنگی آمریکایی کم هشدار آمیزتر برخورد میکنه با قایق‌های تندرو و یا شناورهای ایرانی در خلیج فارس و دیگر نقاط و اینها نشون دهنده این است که یواش یواش میخوان نشون بدن که در مقابل بازی‌های جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه خواهند ایستاد و به نظر من آقای خامنه ای هم نگران هست که نکنه اتفاقی بیفته که باعث بشه اون اعتبار نسبی که نزد برخی ها پیدا کرده در منطقه از دست بره. بایستی دید که افرادی مثل سردار سلیمانی، قاسم سلیمانی که حالا از سوی جماعت بی بی سی به سردار عارف معروف شده چه برنامه ای داره، چون ایشون عملا یک نقشی که در منطقه بازی میکنه یک نقش پروپاگاندای نظامی هست که نشون بده حضور قوی داره جمهوری اسلامی مثلا در یمن، در سوریه، در لبنان، در عراق، اما با برنامه‌ای که اتفاق افتاد و حمله‌ای که آقای ترامپ کرد، موشک‌های تاماهاکی که برخورد کردن با یک پایگاه هوایی در سوریه، دیدیم که موضع‌گیری‌های جمهوری اسلامی با احتیاط بیشتری همراه شده، یعنی به نظر میاد دیگه متوجه شدن که شرایط داره تغییر میکنه و افرادی مثل سلیمانی و دیگر سرداران سپاه دیگه مثل گذشته نمیومدن و سر فراز کنن و قدرت نمایی کنن در مقابل آمریکایی‌ها. به نظر من یکی از چیزهایی که بحثایی که میان جماعت اصولگرا هست در ایران این هست که چه کسی رئیس جمهوری بشه که
نهایتا ظاهر جمهوری اسلامی دو مرتبه برگرده به اون فرم ترسناک، چون انتظار دارن که، معتقدن که روحانی و ظریف و تیمی که الان حاکم هست سرشو بالا نخواهد گرفت، گرچه تصمیم گیرنده اصلی خود خامنه‌ای هست. بسیار سپاسگزارم میکنم عزیز. آقای دایی، اشاره کردید به مسئله برجام. به حال در ایران در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو هنوز بحث برجام بسیار بسیار داغه، بسیار بسیار مهمه. از سمت دیگه هم شریده میشه که در دولت آینده حتی اگر حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران باشه، ما شاهد حضور محمد جواد ظریف در سمت وزیر خارجه نخواهیم بود، او در این پست نخواهد بود. این دو چه ارتباطی میتونه با تأثیر و فشار ایالات متحده آمریکا در خصوص توافق هسته‌ای داشته باشه؟ چند تا مطلب هست. ببینید، اول باید ببینیم واقعا هدف نظام در مجموع اینه که در برخورد با تهدیدات جدی که علیه نظام هست، چون اینا رو ما ممکن خودمون میگم ماهی میگیم خودمون جدی نگیریم. فقر مردم، مشکلات بسیار زیاد در ایران، نارضایتی مردم و خطر انفجار در جامعه، اینو ما دست کم میگیریم، یه تهدید بسیار بزرگی. دوم، جمهوری اسلامی در منطقه به سردار عارف و نمیدونم ما حزب الله این کارو میکنه و سوریه رو این کارو کردیم، اینا خب شعاره، اینا گیر افتادن. سالی 10-15 میلیارد دارن در سوریه خرج میکنن، در لبنان گرفتارن، حزب الله بعد مالیش خراب الان، در عراق به همین ترتیب، این قابل دوام نیست. الان هم یه رئیس جمهوری اومده تو کاخ سفید، غیر قابل پیشبینیه، جلوی اینا میتونه بیسته. متحد اینا رو برای اولین بار تنبیه کرده. خب اینا تهدیداته. خب در مقابل تهدیدات خامنه‌ای کدوم رو ترجیح میده؟ که کماکان سیاست لبخند ظریف و روحانی باشه تا فشارهای بین‌المللی کم کنه، از گرایشات ضد ترامپ بتونه به نفع خودش استفاده کنه، یا نه میگه اینقدر این مسائل جدیه که من ترجیح میدم که سیستم رو یه پارچه کنم، رئیسی هم از خودم باشه، بتونیم تو منطقه جدیتر بریم جلو. مثلا این رو باید پاسخش رو ببینیم. من هنوز نمیدونم واقعا به کدوم سمت میخوان اینا برن. به اصطلاح مهمه در مورد برجام یه نکته رو ما باید داشته باشیم. ببینید، این سازش هستی که انجام شد که همون موقع ما با هم صحبت کردیم، بارها صحبت کردیم، این یک اشکال اساسی داره. تاوانش هم این سازشی که شده ها، تاوانش هم ما مردم میدیم. اشکال از این سازش هم که میگیم این نیست که حالا دست راستی های آمریکا و نتانیاهو جنگ طلب ها میگن. در بطن خودش این سازش هستی یک ضعف بسیار بزرگی داره که این گریبان مردم ما رو میگیره. این رئیس جمهور نباشه، رئیس جمهور بعدی با این نظام رفتارش رو تغییر نداده و نمیده، این سازش هستی خطرناکه. چرا؟ چون اولا برنامه هسته‌ای که ما داشتیم که صلح‌آمیز که نبوده، که اینکه شوخیه که آخوندهایی که یک مثقال برای مردمش کاری نمی‌کنن و خرج کردن که مثلا ایزوتوپ درست کنن برای مبارزه با سرطان، خب این که شوخیه، دنبال بمب بودن. درست این مذاکرات هم که ظریف و روحانی اومد، دو سال هم تازه اونا کشش دادن، برای چی اینقدر چونه زدن؟ هی برو بالا بیا، تحریم‌ها رو پذیرفتن که بتونن غنی‌سازی رو حفظ کنن. غنی‌سازی یعنی چی؟ 5000 تا سنتریفیوژ نگردشتن تو فوردو بردن 3000 تاشو یا نه فلان جا، برای چی؟ برای اینکه میتونن با این سوخت سلاح هسته‌ای رو تامین بکنن. جمهوری اسلامی در ده، یکی از ضعف‌های بزرگ این سازش اینه که جمهوری اسلامی غنی سازی رو میتونه ادامه بده. بین 10 تا 13 سال آینده هم که الان یه سال خودش گذشته، به صورت هم خواهد گذشت، یعنی ما هرچی به طرف جلو میریم در اون تاریخ محدودیت‌ها برداشته میشه. انظر تکنولوژی دست جمهوری اسلامی هم بازتره، بنابراین در خیلی مدت کوتاهی میتونه بمب بسازه. بنابراین یعنی چی؟ یعنی با این سازش هسته‌ای یه آتش بسی بوده که انجام شده، سازش نشده که، آتش بس موقت هسته‌ایه. چون جمهوری اسلامی توان تولید سلاح هسته‌ای رو حفظ کرده و تمام این داستان هم روی اینه که میگن با بازرسی میخوام جلوتو بگیریم یا با تهدید تحریم ها، خب جمهوری اسلامی به یه جا میرزه که میتونه تقلب بکنه، یا انقدر سرمایه گذاره اروپایی اینا رفتن که میگه تحریم به این زودی ها نمیاد، قشنگ مثل کاری که کره شمالی دهه 90 کرد به هم میزنه، یا نه اصلا به هم نمیزنه، وای مثل 10 سال دیگه
که میتونه هر چقدر 13 سال دیگه محدودیت ها برداشته میشه، درست؟ این سازش خطرناکه. برای چی بخش زیادی از تحریم، برای چی همین داستان هفته پیش که تیلرسون اومد، ترامپ اومد این حرف رو زد، برای چی داستان؟ برای اینکه تحریم های آمریکا برداشته نشده. تحریم های آمریکا تعلیق هن. هی رئیس جمهور باید 6 ماه بار 3 ماه بار ادامه بده این تعلیق رو. خب اینو چوبش ملت میخوره، هیچ سرمایه گذاری نمیره که. میخوام عرض کنم خدمتتون که ما بحث برجام میکنیم، بحث انتخابات نیست، بحث ترامپ هم نیست، بحث ماهیت برنامه هستی جمهوری اسلامی است که فقط برای بمب، و دو ضعف این سازشی که آقای اوباما کرد، عجله داشت این سازش بکنه، کلی امتیاز داد. این خطرناکه، چوبش رو هم ما باید بخوریم. بسیار ممنونم آقای دایی عزیزم. میخوام با همین واکنش به تو برگردیم. نگاه به تغییر در کابینه حسن روحانی در صورت پیروزی مجدد در نمایش انتخاباتی در ایران و نبودن جواد ظریف در هیئت دولت جمهوری اسلامی و ارتباط اون با برجام و مسائل مربوط به اینکه آمریکایی‌ها بار دیگر این توافق نیم بند رو زیر اخیه بردن. ببینید، من قبل از که به این بپردازم به چند نکته میخوام اشاره کنم. یکی این که گفتگوهای هسته‌ای با جمهوری اسلامی که الان هنوز هم بسیاری در آمریکا نگران هستن که جمهوری اسلامی بره به سمت غنی‌سازی هسته‌ای و تولید سلاح برای آینده، یکی از افرادی که زیر نظرش انجام شد خانم وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا بود. خانم وندی شرمن هم همون کسی است که خیلی از مذاکرات با کره شمالی برای در حقیقت جلوگیری از اینکه کره شمالی تبدیل به یک نیروی هسته‌ای بشه زیر نظر ایشون انجام گرفت. خب در نتیجه وقتی اینا رو کنار هم میگذارید میبینید که چقدر بایستی نگران بود که نتیجه کار ایشون به کدام سمت رفته و خواهد رفت. مسئله دیگری که اهمیت داره که بایستی در نظر بگیریم این هست که آقای ظریف به عنوان یک چانه زن موفق هست، ولی به عنوان یک در حقیقت متفکر ایجاد کننده یک تحول در روابط خارجی واقعا چاره‌ای نداره جز استفاده از نیروهای متفکری که ممکنه در وزارت خارجه ایران باشن. آقای ظریف همونطور که میدونید خواستگاهش بازار هست و سیستم بازاری رو در حقیقت دنبال کرده تمام عمرش. حتی اون زمانی که میخواست به در حقیقت از طریق رابطه‌ای که پدرش با یک از افراد سازمان امنیت وقت داشت تونست بورس بگیره و خارج بشه و این جز چیزایی بود که خیلی راجبش اطلاع نداشتن. خب طبیعتاً در آمریکا وقتی اومد و به تیم سازمان ملل پیوست از تمام چیزا استفاده کرد برای اینکه به ایران نره و در جنگ شرکت نکنه، و خب یکی از انتقادهایی بود که نسبت به آقای ظریف وارد کردن خیلی از اصولگرایان. اما مسئله دیگری که این هفته سایت politico.com اومد گزارش داد در مورد توافق هسته‌ای و چیزهایی که به نظر میاد دولت اوباما پنهان کرده بود، از همه نحوه در حقیقت تبادل زندانی بود. نکته جالبتر این که اکثر رسانه‌های فارسی زبان این رو پنهان کردن و راجبش صحبت نکردن. ما البته اینو امروز در برنامه ایرانیستاز داشتیم و بعد از اون هم دیدیم که رادیو فردا با تأخیر اون رو گزارش کرده، زمانی که عملا خیلی از خبرها رو مردم ممکنه نبینن در آخر هفته، و این خیلی نکته جالب بود برای من. مسئله که هست و من خواهش میکنم از بینندگان عزیز که گزارش رادیو فردا رو بررسی بکنن در همین باره این هست که دولت اوباما خیلی از واقعیت ها رو نگفت و چطور دخالت کردن در آزاد کردن تعدادی از ایرانی هایی که در آمریکا زندانی بودن و سالهای سال افرادی در بخشای مختلف دولت فدرال، FBI و دادستانی و جاهای دیگر دنبالی بودن که این افراد رو نگه دارن به خاطر نقشی که در قاچاق وسایل هسته‌ای و یا چیزهایی که برای تولید سلاح‌های مختلف اینا قاچاق کرده بودن و در شبکه‌های مختلف بودن. این خیلی جالب هست که تازه داره صداش در میاد که توافق هسته‌ای و معامله‌گری افرادی مثل ظریف
چه آسیب‌هایی به امنیت ملی آمریکا وارد کرده و این چانه‌زنی‌ها وقتی که افرادی مثل خانم شرمن و افراد دیگر در وزارت خارجه آمریکا به خواست جمهوری اسلامی تن دادن و افرادی وجود داشتن در ساختار شورای امنیت آمریکا که عملاً به نظر میاد منافع جمهوری اسلامی رو خیلی بیشتر بهش توجه دارن تا منافع ملی آمریکا، باعث میشه که الان حساسیت‌ها بره بالاتر و به نظر میاد هرچی ما پیش میریم وقتی واقعیت ها عیان تر میشه خیلی ها بیشتر متوجه خواهند شد که نقش چانه زنی آقای ظریف چه بوده و الان ایشون این نقش رو نمیخواد بازی کنه فکر میکنم برای سال آینده و شاید نظام بخواد ایشون رو تو آب نمک بذاره برای انتخابات دور بعدی. بسیار سپاسگزارم آقای کوثر عزیزم. آقای دایی، در ایالات متحده آمریکا کنگره حالا متشکل از سنا و مجلس نمایندگان هم همصدای با کاخ سفید خواهان تحمیل تحریم‌های حقوق بشری برای ایران هستند. آخرین نمونه اون درخواست نمایندگان کنگره بود که در دو طرح جداگانه خواستار افزایش تحریم‌های ایران جمهوری اسلامی به دلیل نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی خصوصا بهائیان در ایران کرده بودند. فعالیت کنگره در خصوص ایران در این صد روز و همراهیش با کاخ سفید رو چگونه ارزیابی میکنید؟ بسیار بد. یعنی همونطور که نسبت به دولت آقای ترامپ من اوائلش خیلی بیشتر نگران بودم، الان خیلی کمتر، به خاطر انتخاب تیمی که داره، به خاطر نشانه هایی که در برخی زمینه ها بوده. برعکس کنگره آمریکا که در زمان آقای اوباما اینقدر صحبت میکردن که آقای اوباماست جلوی ما رو گرفته، اگر ما اینقدر قوانین تحریم رو میگذاریم، خود چکار کردن تو این صد روز؟ هیچی. در رابطه با جمهوری اسلامی آقای کورکر رئیس روابط خارجی سنا که جمهوری خواهه، خود ایشون گفته هفته پیش که ما تحریم ها رو فعلا میداریم کنار بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، که به گفته متحدین اروپاییمون مبادا مثلا باعث بشه که بحث تحریما مثلا تندروها بیان. ببینید حرفایی که اون زمان آقای اوباما جرئت نمی‌کنه خود اینا بزنن، آقای اوباما بیشتر میزنه ولی اینا دارن. این خب نگران کننده. خب کنگره یک دست نیست. یک دلیلی که این حرفا هست اینه که کاخ سفید وقتی که هم سنتا اینجوریه، وقتی اکثریت کنگره با کاخ سفید یک دستن، باید نقش رهبری رو کاخ سفید داشته باشه، باید نقش رهبری داشته باشه در پیشبرد سیاست ها، در پیشبرد تحریم ها، همه اینها. خب هنوز الان دولت آقای اوباما میگه ما در حال بازبینی سیاستمون در رابطه با ایران هستیم. عرض کردم نشانه های مثبت هست، به معنی نیست که به عقب رفتیم. ما نسبت به آقای ترامپ، به آقای اوباما خیلی هم جلوی، ولی باید نقش رهبری داشته باشن، جدی بایستن. مثلا در مورد تحریم سپاه، قراردادهای سپاه در لیست تروریستی خب متوقف شد، در مورد چند تحریم دیگه. ولی در کلش یه نکته که باید توجهش بشیم اینه که مسئله دیروزو داره سوخت و سوز نداره، به این معنا که دعوا با جمهوری اسلامی از زمینه هسته‌ای منتقل شده به مسائل منطقه. یعنی این سازش هسته‌ای رو دست نخواهند زد، تلاش خواهند که سفت و سخت‌ترش بکنن، بازرسی ها رو جدی تر بکنن و و و اینا همه هم. ولی دعوا الان تو منطقه است و اینجاست که نشانه های مثبت میبینیم و به اصطلاح حتی کنگره سنا، تو سنا سناتور مکین اینا همراهی میکنن با کاخ سفید. به خاطر همین نشانه های مثبت مهمترینش اینه که آقای ترامپ از اون اظهارات خودش در دوره انتخابات که ما با روسیه همکاری میکنیم در سوریه، حالا بشار اسد باشه چه عیبی داره، ببینید فاصله گرفته دیگه. بعد میگو به ما چه، عربا برن خوششون پول دارن خرج کنن. الان این همه چند بار جنرال ماتیس رفته به منطقه، چه استقبالی که آقای ترامپ و ملک عبدالله و اردن ولیعهد عربستان در اینجا، چقدر سعی میکنن روابط خودشون با متحدین سنتیشون بتکن. اینا همه نشانه های دوری از مماشات و مخالفت با جمهوری اسلامی که اینها رو باید به فال نگیره. ولی این باید در کنگره تبدیل به رهبری بشه، یعنی برن تو کنگره. و خوبیش هم اینه که بخش مهمی از سناتورهای دموکرات و نمایندگان دموکرات اینها هم خواستار به اصطلاح تحریم و اینا هستن.
حالا ممکنه بگن واقعا تحریم انتخابات این جلوش رو گرفته، بعد بیستیم ببینیم بعد از انتخابات چی خواهد شد. ولی اون چی که تو کنگره فضا برای فعالیت و کار برای گروه های مخالفت در هر زمینه که باشه فراهمه، این خودش یه نکته بسیار مهمیه. بسیار سپاسگزارم آقای دایی عزیزم. اما نیک آهنگ، در همین چند هفته گذشته شاهد بودیم که گروه های مختلفی از جریان های متنوع سیاسی ایرانی کوشیدن تا خودشون رو به کنگره ای آمریکا نزدیک کنند، مراسمی رو اونجا بگذارن، برنامه هایی رو انجام بدن. برخی ها پرتمطراق و قوی و منسجم، برخی ها با حاشیه و مسائلی که بیشتر در حد شایعات مطرح بوده، و برخی ها هم با برنامه ریزی هایی که گفته شده قابل اعتماد نیست. حتی این رفتارها چگونه است؟ فکر میکنی آیا این چند دستگی در جریان های مخالف جمهوری اسلامی برای نزدیکی با کنگره چه تأثیری میتواند در فعالیت هایی که آقای دایی هم به اونها اشاره کردن بگذاره؟ متاسفانه چند دستگی در میان ایرانیان خارج از کشور باعث شده که جمهوری اسلامی بسیار خوشحال باشه، و جمهوری اسلامی تلاش بسیار زیادی سال قبل میکرد که این چند دستگی افزایش بده کنه، اما الان واقعا نیازی نیست، چون به نظر میاد منافع مختلف گروه های متفاوت ایرانی آمریکایی باعث شده که رقابت های غیر منطقی و معقولی شکل بگیره. به نظر من اگر ما میخوایم به در حقیقت جامعه ایرانی آمریکایی میخواهد به آمریکایی‌ها نشون بده که یک انسجامی وجود داره، بایستی گروه‌های مختلف کنار هم یک هدف مشترک داشته باشن و بر اساس هدف مشترک برن جلو. منافع مشترک همه ما آزادی ایران و رسیدن شهروندان ایرانی به دموکراسی است. من همیشه این مثال رو زدم و فکر کنم مثال خوبی باشه، داستان و حکایت توتی و بازرگان مثنوی به نظر من شرح حال بسیاری از ماهاست نسبت به هموطنان عزیزمون که در قفس هستند در ایران، و ما که در خارج از ایران هستیم، خارج از قفس هستیم، باید راه آزادی رو به هموطنان خودمون در داخل بتونیم براشون پیدا بکنیم و اینو منتقل بکنیم. و این عدم انسجام، این زیرابزنی ها، این شایع درست کردن ها، این دروغگویی ها، این دو به همزنی ها که متاسفانه هر از گاهی مشاهده میشه، کمکی نخواهد کرد به مردم کشورمون و به وضعیت جامعه ایرانی آمریکایی ها. و به نظر من یواش یواش وقت رشد و رسیدن به بلوغ رسیده و بایستی به سمتی حرکت کرد که وقتی که یک مجموعه میره و با کنگره صحبت میکنه بتونه یک حرف رو ببره، پیش ببره، و اتفاق نیفته که یهو یک نماینده مثلا کنگره یا یک سناتور بره فقط با گروهی ویژه از برفرض ایرانیان خارج از کشور دیدار بکنه، بلکه بایستی اون انسجام رو بهش برسیم که یک رهبری وجود داشته باشه و اینها بیان با اون رهبری مجموعه دیدار بکنن. و متاسفانه من نمیدونم کی به این بلوغ خواهیم رسید. بسیار سپاسگزارم. آقای دایی، نگاه شما را به این قضیه ببینیم، شما چگونه در مورد این مسئله فکر میکنید؟ آیا فکر میکنید که امثال نایاکی ها که یک گروه بودند و کاملا هم سازمانمند و مشخص در حمایت جمهوری اسلامی لابی میکردند موفق تر خواهند بود از اینکه گروه های متعدد و متنوع بخواهند برای برخلاف جمهوری اسلامی لابی کنند یا فعالیت کنند؟ خب ببینید، بالاخره نایاک پشتش کاخ سفید بود، یادمون نره، این دیگه نداره، این حمایت رو نداره. در کنگره کماکان فعالیت دارن، سعی میکنن از به اصطلاح این نارضایتی هایی که علیه آقای ترامپ هست استفاده بکنن، همه اینا هم. اما در طرف مقابل ببینید یه نکته هست، من به طور کلی عصر رو همیشه رعایت کردم، تلاشم میکنم رعایت بکنم، هیچ وقت در مورد گروه های مخالف جمهوری اسلامی، اونا که مخالف جمهوری اسلامی هستن با هر گرایشی، هیچ وقت انتقادی نمیکنم، وارد این بحث نمیشم، چون من از کافی این بحث ها هست میکنم، من واردش نمیشم، هر که هر کاری میکنه خوبه. ولی یه چیزی که قابل تاسفه اینه که ما فکر میکنیم مبارزه با شارلاتانیسم تفاوت داره. من در مورد سوال شما میگم، نمیخواستم وارد واردش بشم. ما
ما یه حقا داشتیم سال 2003-2004 که آقای جورج بوش اومد و گفت محور شر، یه دفعه که نه الان با هواپیما ایشونو میبرن ایران. حقا یادتون هست حتما دیگه، بله، که پیدا شد، حالا جیباشونو پر کردن. حالا یه دن با آمدن آقای ترامپ میخوان جیب پر کنن در حقیقت. حالا یه تماسایی با برخی از ممکن نزدیکان آقای ترامپ دارن یا تو کنگره دارن، میخوان جیب پر کنن. این رو با مبارزه سیاسی نباید یکی گرفت. من متاسفم که میبینم بیشترم تو همین لس آنجلسه، یه عده گول این حرفا رو میخوره. آخه بابا چند بار این تلویزیون های لس آنجلسی برخیشون چند بار باید به اینها میدان بدن؟ واقعا قابل تاسفه. آخه که مبارزه نشد، این حرفای دروغ، عوض میخوام صد من یه غازه، وعده های عجیب غریبه، اصلا آدم خندش میگیره. تو بیشتر تو اینا میذارد رو نمایش مسخره انتخابات. آخه ما که اینجا در فضای بازیم، بابا یه گوگل بکنه، یه تحقیق بکنه. آخه کنگره آمریکا اومده در ایران قانون اساسی تعیین بکنه. حالا من نمیخوام بگم کنگره آمریکا میخواد از آدم ها دعوت کنه. شما میتونید برید یه نماینده کنگره رو اسپانسر بشه، براتون یه جد در یه جلسه اتاق اجاره کنید. کنگره بیاد قان... آخه بابا چرا؟ من واقعا تعجب میکنم، واقعا تعجب میکنم ولی به هر حال امیدوارم که تمام کوشندگان برای ایران سربلند و سرافراز باشن. نیکا انگی، یک دقیقه تا پایان برنامه، از این فرصت اگر صحبتی برای گفتن هست، خصوصا اشاره کردی به برنامه ایرانیستاس، برنامه تازه‌ای که با همت و تلاش تو و گروهی از همکاران در واشنگتن تولید میشه، معرفیش کن. خیلی ممنون که این وقت رو دادی. ایرانیستاس یک برنامه دو زبانه، انگلیسی و فارسی است که می‌خوایم تلاش بکنیم بسیاری از مسائلی که در ایران می‌گذره رو به مخاطبان غیر ایرانی هم عرضه کنیم و مسائلی که در ایران اتفاق می‌افته اما رسانه‌های جریان اصلی اونها رو نادیده می‌گیرن رو هم به مخاطبان ارائه کنیم و تلاش ما این هست که این مجموعه داوطلبانه بتونه پیش بره و بتونه در حقیقت اون وظیفه اصلی روزنامه نگاری، یعنی ارائه واقعیت و خدمت به شهروندان رو انجام بده. و از اینکه مجموعه افق و اندیشه از این برنامه حمایت میکنن و امکان پخشش رو فراهم میکنن و بخش فنی هم باید تشکر ویژه بکنم ازش در این قبال، من واقعا متشکرم و خیلی ممنون از این، ممنون میشیم که ماها رو حتما راهنمایی کنید، چون ما بدون راهنمایی و ارتباط با مخاطبان نمیتونیم خدمت واقعی رو بهشون عرضه کنیم. یقینا همونطور که تا به اکنون آبانگان برنامه موفقی بوده، ایرانیستاس هم موفق بود. اما این اسم چیه نیکانگ عزیز؟ چرا اسم ایرانیستاس؟ این ابتکار دوستان مجموعه بود که مثل گروه هایی که به قول معروف زاپاتیستاز و گروه های مختلفی که میان یک کاری و یه اسم خلاف میگذارن، بیایم یک اسم نسبتا نامتجانس بگذاریم که ایران نقش اصلی رو داره ولی برای جماعت آمریکایی هم قابل درک باشه که بفهمند منظور این کار چی هست. بسیار سپاسگزارم برات، آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم که درگیری در اون کار ما را داشتن تو در این برنامه محروم نکنه. و سپاسگزارم از آقای دایی عزیزم، مدیر فروم ایرانیان و تحلیلگر شناخته شده ایرانی، که مثل همیشه با مهر و بزرگواری من رو و نیکاهنگ عزیز رو در این برنامه همراهی کردید. و از شما خوبان هم سپاسگزارم که بیننده این برنامه بودید، با امید اینکه در روز انتخابات با انتشار تصویر انگشت غیر جوهریمون و پیوستن به کمپین انگشت پاک بکوشیم تا نشان بدهیم نظر ما جمهوری اسلامی و هیچ بخشی از این حکومت نیست. وقت خوش، خدا نگهدار.